پاسدارا بوده بود احتراف و هموطنان هم در جای جای ایران و دنیا. میخوام راجع به ارتش و مسئله دوربین صحبت کنم. شما اینها رو به عنوان یک قصه از من بپذیرید، به عنوان یک قصه بتنشید، قصه است. و قانون کائنات و قانون طبیعت عجب بازی هایی میکنه، بازی عجیب قریبی داره. وقتی که آدم فکر میکنه در تمام دنیا اما وقتی حیوان ها کوچیک، بزرگ، ریز، دروش، همه چی هست، تو دنیا این همه میوه و نمیدونم گیاه و اینا هم هست، قانون طبیعت وقتی که کسی حیوان ما قوی تر از معده کرگدن و قوی تر از معده فیل تو دنیا نداریم و بعدش هم کوسه، وقتی که اینها گیاه میخورن یا میوه میخورن هرچی میخورن، با اون معده قوی طبیعت جوری اینا رو ساخته، جوری کار کرده روشون که هیچ دانه، هیچ هسته ای، هیچ بذری تو معده اینا هضم نمیشه. هضم نمیشه. خوب دقت کن چرا میگم هضم نمیشه. قبلا این گفتم جور دیگه، ولی یاد جوری هم بگم. که طبیعت روالش طی بشه. کائنات هم مثلا منطق کارشو بکنه. یا زمانی که مثلا موش ها زیاد میشن خودشون هزار تا چند تا نمیدونم میرن خودکشی میکنن، تو آب خودشو میدازن. یا وقتی فیلان از این مرگشون چه خود رو این منطقه هست میرن اونجا وای میستن تا بمیرن. نظم طبیعت رو به هم نمیزنند، نظم کائنات رو به هم نمیتونن بزنند. برای چی کارشو کنه انسان؟ ما برای همه اینا کار میکنه. برف اصلا وقتی اومده طلبکار دنیاست و فکر میکنه زمانی که اومده هر کاری خواست میخواد بکنه. نه، یکی بزرگان میگه که من خدا رو به سه چیز شناختم: هر چی فکر کردم عکسش شد، هر چی خواستم، خلاصه در نهایت میخواد بگه که هر چی من اراده کردم عکس اون شد. اراده اون هست. چرا؟ چون اراده تو شاید اشتباه باشد که هست، اراده تو و تصمیم تو شاید ایسی باشه به ضرر دیگران باشد که قطعا هست. اگه اراده تو بر اثر بشیت اون و تصمیم اون باشه قطعا درست انجام میشه. این سری مقدمه شیری میکنم تا میخوام برسم به اصل قصه. ارتش قرار بود که بازی اولی که ایران داره با انگلیس، حتی این چیزی که به من گفته شده است، شما اونها قصه بپذیرید. چی کار بکنید؟ همون گفتیم که دیگه هم قصه در باید بگیم و تمام اکثریت قریب اتفاق مردم ایران دارن فوتبال نگاه میکنند، خیابونا خلوت هست، اون از رده بالایی که آشغالی که تو ارتش کنار اون بدنش ارتش در سراسر ایران بیاد تو خیابون و چهارراه رو ببندن و بعد از بازی فوتبال که مردم می‌زد دو ساعتی کار انجام می‌شد، یک ساعت تا دو ساعت انجام می‌شد و بعد از اون شروع می‌کردن به دستگیری، تحقیق کردن معده، تحقیق کردن دولت، همه اینها به دستگیری اینها و الی آخر. این برنامه ارتش بوده که مشاوراش این ارتباط دارم. من خب خیلی سال با رده بالاها، چون ارتش چند قسمته، خب میبینیم که بازیکنهای فوتبال میرن پیش رئیسی، ورق بر میگرده، مردم از بازیکنها متنفر میشند و نمیرن برای فوتبال. اما از اون ور قصه هم اتفاقات داره میفته. با حوصله میگم و هیچ فوتی نکنه قصه از اون قصه داره کنیم وقت هم بگذاره. از اون اتفاقاتی میفته، به ارتش پیام میاد که آقا جان شما صبر کنید، ما چه شما بخواهید و چه نخواهید، ما برای از بین بردن سپاه داریم کارم انجام میدیم. علت هم داره، ما طبق قوانین خود عمل میکنیم. حالا قوانین چی هست؟ قوانین هست که اگر در ناتو، اگر کشوری به یکی از کشورهای ناتو حمله کنه یا
یا سلاح بفرسته یا سلاح بده کاری بکنه، ناتو معذب خودش رو میدونه که در مقابل سفت وایسته. در کشور ما چند تا نیروی نظامی هست، از این حرف یکیش سپاهه و آمد و با بوق و کرنا و اینها که آره ما به روسیه چیز میدیم و پهپاد میدیم و اونها حمله میکنن در از بتیست به اوکراین. خب اوکراین یکی از کشورهاییست که در حال کاراش بود به انتقال به با هماهنگی با ناتو، حالا کارایی هم کردن قبل بسه کار نده. در نتیجه خودش در قبال دان معذف میدونست که دست اوکراین دفاع کنه و از روسیه برای روسیه پوز روسیه هم بزنه، چون ناتو در قبال روسیه خیلی قوی تر از یه حرفاست، کشوری که دو روز ناتو هستن خیلی قوی تر از یه حرف هستن. روسیه دیگه عدد نیست، به خصوص بعد از جنگ حمله که به افغانستان کرد، بعد از حمله که به چند تا کشوری کاری کرد در همه جا 100% شکست خورد تا حمله که به اوکراین کرد. اوکراین تتمه ماهیت ارتش روسیه در اومد، چون در سوریه هم عملا شکست خورد، در همه جا، در همه جا، در همه جا. بعد از اون میایم میبینیم که روسیه خودش یکی از بزرگترین صادرکنندگان پهپاده در دنیا، حداقل 600 تا 900 هزار پهپاد الان آماده داره برای فروش این برابر انواع اقسام پهپاد، نه فقط یک نوع، انواع اقسامش. بعد میاد از ایران پهپاد میخره. ما برادرم کوچیک بود، رفت در خونه همسایه فاطمه خانم بود، مادرم جواد، ها مادرم جواد، فاطمه خانم بله قیچی داره؟ گفت آره سعید جان قیچی بشه. بعد گفت سعید خود قیچی نداره؟ گفته دره میخوام حلب ببر رو میتسه قیچی خود ما خراب بره. طنز کوچیکه ولی همینه. روسیه به چه چیزی این کارو کرد، این بازی رو در آورد، از ایران پهپاد گرفت، با پهپاد ایران اونجا رو زد، من نمیدونم، هنوز نستم خوب حضمش کنم، ولی ناتو رو علیه ما شروند و ناتو تا سپاه رو از روی کشور رو از کره زمین هم محو نکنه نمیتونه کاری کنه. که امشب و امروز هم بایدن هم همین رو گفت که آره ما عملیات نظامی میکنیم. تو نمیکنی، ناتو میکنه. ناتو هم هر جایی رفته کار درست انجام داده، چون در کل نظامی هستن، زیاد وارد بازی سیاسی نمیشن، کار خودشی رو کنه. در نتیجه ناتو به ارتش گفته آقا جون شما صبر کنید، کاری نکنید، چون من در حضور حمله میکنم اونجا، مجبورم حمله کنم و سپاه رو و رگوشش رو تا هفت پشت اونجا صاف کنم که تا دیگه غلطی نکنند و جای دیگه. یک چیز کوچیکی هست میگه که تو که اتفاق سوارت میگی دستت هست، بچه سپاهی، بچه بسیجی، بچه کسافت، بچه بیشرف، بچه بی رگ و ریشه، بچه بی اصیش به همه چی، بی اصلا سب اتفاق سوارت میگی دستت هست، میزنی مردم لطه پار میکنی، اگر اصل حسیده هستی داشت چی کار میکردی؟ چی کار میکردی؟ تو ذاتت، فلسفه وجودی تو کسافت و جنایت و خیانت، قیده چیزی بلد نیستی. تو ده شاگردی کیو میکنی؟ روسیه رو میکنی. استاد هم که از خودت بدتر، همیشه هم باختین، همیشه هم باختن، همیشه هم باختن، یک بار محض خوشحالی کوچیکم نبردی، همیشه باختی. بگذاریم، خلاصه بعد که اتفاق فوتبال افتاد و ارتش نیامد بیرون و ناتو هم از این مسئله بهره برداری کرد و کار خیلی خوبی شده، ما همین روزها داریم بررسی میکنیم و نسخه سپاه رو میپیچیم. بعد سراغ روسیه میریم. روسیه یه توانی که بخواد بیاد از ایران دفاع بکنه که 100 سال هم نخواهد کرد، چون تون هرچی برده از اینا کشته یا نابود کرده، چون خودش توان جنگ پوتین که نمی جنگ، سربازاش نمی جنگ. سربازای روسی 60-70 سال نیروی نظامی 60-70 سال مفتخوری کردند، با پول این اون زندگی کردند، با دزدی، با خیانت، با جنایت، با مواد مخدر، با فروش اعضا، با فحشا زندگی کردند. در نتیجه نمیتونه بیاد ارتش مسجم باشه. اون زمان ها گذشت که ارتش این نه کارا دیگه نمی کنند، برای کی به جنگن، برای چی به جنگن؟ پوتین بره با معشوقش عشق بکنه فلان کنه، تو خب به جنگ نمی جنگن. تو اوکراین بهتون گفتم اینا سری شکست و شکست هم خوردن با کلی تلفات. حالا ایرانی رفتن اونجا که با
بقول کباب کنن، کباب هم شدن، خیلی های اونجا مردن، کشتن در درگ واسه شدن سپاهی ها. در نتیجه بازی ارتش این میشه که فعلا داره کاراش میکنه با البته بتونم از سطح بالا به پایین، سطح بالا خودش همه گیت شده، همهشون گیت شدن، همهشون تقصیر هم دیگه میدازن، تسبیح پاره شده نخش، ارتش به سپاه پر سپاه ارتش و همه به جون هم دیگه افتاد، تا که دیگه اصلا قاطی کرد دوست داشتن تو خودشون قاطی کردن. در نتیجه این خواهد بود که به زودی زود ناتو وارد این قضیه خواهد شد، وارد قصه خواهد شد، چون احساس خطر میکنند اینا بچه هم پهپاد انتحاری، پهپاد فلان، پس ها اگه آمدن توش مواد شیمی زن چیکار میکنن؟ اینا میکنن، اینا برای حفظ خودشون که بهش میگن نظام، که نمیدونم با این موندن هیچ جایی نمیرسید، دارن این کار انجام میدن. حالا دو روز دیگه است، ده روز دیگه است، یه روز دیگه است، من نمیدونم، ولی این عملیاتی که انجام میدن، این کشتاری که با مردم میکنن، رفتاری با مردم میکنن و تمام سازمان های بین المللی خفه خون گرفتند، لال شدن، چون هم بلد نیستن هم منافعش جواب نمیدن، سازمان بلد هم نیستن چیکار بکنن، قدرت اجرایی ندارن، قدرت اجرایی ندارن، ارتشاش که دیگه تبعیت نمیکنن، گوش نمیکنن و بعد توی مردش وجود نداره که ببیند. بعد کمیته حقیقت رو بخواهی درست بکنی تو نمیبینید، کورید. میگن وقتی حلاجی میبردن دار بزنن، خارش آخرین بار رفت اینو ببیندش، سر برهنه رفت، گفتن زن کجا میری؟ کو حجابت کو دوستارید؟ گفت من اینجا مردی نمیبینم که خواهی حجاب سرم کنم، مردی نمیبینم غیر از حلاج. حالا واقعا در دنیا مرد وجود نداره، مردی که به معنی واقعی کار مرد باشه نیست، همشون جالبه که اکثر کسایی که در پستای بالا هستن اینا همه با خواهرن یا خواسته از اونها هستن، این خامنه ای اکثرشون کی اینا رو چینده، کی اینا رو گذاشته، چرا این کار کرده من نمیدونم، چون این کسایی که اینجوری هستن دل جرأتی ندارن، ضعف وجودی دارند، ضعف رفتاری دارند، تداخل ژنتیک دارند، جسمی رو حرفی زود به جاش میرسه، نه 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 ما ازش خبر داریم. و ناتو وقتی باید کشور بشه یا قبل شرفان بکنه، سپاه رو در سطح کلی ذلیلش میکنه، از نیرو دریایی نیرو هواش ذلیلش میکنه، سپاهی هم به جرأت بهتون 90 درصد چی میره طرف ناتو، یا ما هستیم، ما تسلیم، ما دستمون بالاست، چون دیگه تو رهبراشون دیده که کچی سرا نمیگذه، اینا هر کاری میکنه منافع خودش شخصی خودشونه و این نسل جدید سپاهیان هم نسلی نیستن که بیراحتی گوش به فرمان باشن و فدایی باشن و برن خودشون بزن توی آتش نمی کنن. بعد ناتو میاد با ارتش کنار میاد، اونایی که باید دستگیر بشن دستگیر خواهند شد، که اکثرشون 99 درصد افراد دستگیر خواهند شد سپاهی هستن، چه در ارتش هستن، چه در سپاه هستن، چه در مجلس هستن، چه در وزارتخونه ها هستن، چه در استانداری ها هستن، در تمام جاها بچه سپاه رو بگوسته. خوشبختانه این رئیسی خودش چون توان کاری نداره، ارزکات بگه سپاهی میتونه، وقتی اون میتونی تو بتونی، کسافت بیشرف. خامنه‌ای گفته آره آدم بی ارزه یه ساعت خواب، اینو خودته، همه تون بی ارزه هستید، شما آدم ها کس دیگه هستید، شما مش افراد مزدور گماشته و گوش به فرمان جای دیگه هستی، شما خودتون نیستید، وجود نداره به خودتون. بعد خوشبختانه منسجم ترین تشکیلات کشور با برنامه ترین چیز کشور که با دانشگاه همش اومدن بالا و بازم هستن ارتشه. اونجاست که ناتو میاد، زمان چقدر ببره من نمیدونم، دوره تحویل میده تا دوران گذار شروع بشه، تا مجلس تشکیل بشه و قانون گذار و و و الاخر. اما حسن قصه اینجاست که ملت دیگه این دفعه خودش خواسته، در تو تاریخ ما نداریم، ما در تو تاریخ این حرکت مردم ما در تو تاریخ ایران نداریم،
هیچ چرا فرانسه رو من هیچ کار ندارم. این رنسانسی در کشور اتفاق داره میفته، این تحول در کشور اتفاق، خود مردم خواستن، همشون با هم خواستن. جالبه که مذهب دیگه هیچ دخالت نمیتونه بکنه، مذهب، مافیای مذهب بعد از به درک باستشان اون رو پیر پاتر پیر زن دیگه دخالت نمیتونه. مذهب کلن باید بره سر جای خودش، باید بره خواسته جایی که باید بره، چون یک مشت مفتخور انگل جاسوس و تنپروری رو اشاره دادن کار چیز اقتصاد مال خر است. همه اقتصادش تو میگن تو کارت نباشه، تو به ذکر بگو کارت نباشه، تو به فکر بگو کارت اون کارت نباشه، تو بینید گوستند بچد خداوند چوپان شما به یهترانده شما بچرید علف بخورید. اما یه ادیان همین هیچ فرقه نمی کنه، هیچ فرقه نمی کنه. پشت قضیه اینا همه مافیا یکیست، برای استثمار و استعمار انسان ها که رشد نکنند، نیام بالا که به مذهب و این مذهبی های مفتخور بگن که تو چی کار هست، تو چی کار میکنی، تو کی هستی، تو کی هستی، کی تو رو گذاشته، به چه حقی اینجا هستی، تو به چه حقی تو میای این کارا رو میکنی. اینا از اون میترسن چون اینا هستن جامعه. توی این مسجد چرا ساختی؟ توی این بارگاه چرا ساختی؟ مثلا من آلمان بودم، اون هلموت اشمیت صدر اعظم قبلی آلمان که آدم خیلی بد اخلاقی بود، رئیس هیئت مدیره شرکت آلفیل بود، منم با شرکت آلفیل کار میکردم، یه آدم بد اخلاق خواست خیلی خشن. بعد ما با هم رفت میرفتیم با گذاری که کار به جای میرسیم میرفتیم مثلا نهار میخوردیم، من بیشتر نهار میرفتیم. خب مترجم جلو میشست، من آقای هلموت شده عقب میشستیم، هیچ وقت حرف نمیزد، لالمونی گرفته. وقت اون مترجم که جلو بود ایرانی بود، از ارامنه اصفهان بود، به پنج تا مسلط بود، یک شاهکاری بود، اسمش دیوید بود. داشتیم میرفتیم، بعد گفتم دیوید، گفت چیه؟ گفتم نزدیک کریسمس بود، این پشت پنجره ها شمع چیه روشن کردن؟ گفت خب کریسمسه. گفتم نه، بیایم قبول کنیم که کمبود داریم، دنبال معنویت میگردیم، روشن که میخواد آرامش برسه. بعد آقای یزمتی از این سوال که چی داره میگه ترجمه و ترجمه براش، بعد گفت بله تقریبا همینطوره. گفتم نه قطعا همینطوره، چون آلمانی جماعت برای یه فینیک، اون موقع پولش مارک بود، میخواد بره حساب از این داره به نفشی بیشتر از این داره به نفشی، ما حسابگر از اقتصادی هستید. بعد گفتش که خب ما این شما نیستیم که پول مسجد و پول فلانجا و فلانجا بدیم. گفتم این بحث رو اصلا آقایش نمیشه بحث نکنید، شما کلیسا ساختن از سر به فرق بگید به خدا انسکر بشید، شما همین هیچ فرق نمیشه. همه ادیان همین هم. همه شون تو هند برید بغل معابد هند صبح که میری میرید 200 نفر مردن از گرسنگی. وقت تو هر معبد روز 10 تن 15 تن 20 تن تا 40 تن من دیدم مغز گردو میدم با موش ها میخورند. این کل شوازی باید بحث میکنم بیان بیرون برگرم سر بحث خود شما خود. ناتو داره با ارتش هماهنگ میکنه، برنامه‌ریزی میکنه، و یک واقعا یک چیز این معجزه است در اتفاق میفته، یک معجزه اتفاق میفته. یه عدو شود سبب خیر خدا خواهد. وقتی اتفاق افتاد به بچه سپاه هم همه خبر دارن، اکثرش خبر دارن، بعد بارها خبر دارن، جوان ها خبر دارن، و اینا افرادی هستن که اصلا بدون هیچ چیزی میرن ما تسلیم، هیچ استقامت مبارزه نمیکنن، چون میدونن که نابودند، عملا نابودم هستن، روحی نابودن، جسمی نابودن، اقتصادی نابودن، همه چی نابودن. و هر جای دنیا هم که برن ناتو این موش از سوراخ میشه بیرون میراش اینجا برای محاکمه. در هیچ شک نکنید، در هیچ شک نکنید. و این لطف و عنایت خداوند ایران، لطف و عنایت قانون کائنات و طبیعت برای مردم ایران هست، چون واقعا مظلوم واقع شدند، واقعا ظلم در حقشون شد که الان داره میشه. امشب که بچه ها صحبت کردم گفت فلان خیلی چشمار کور کردن، گفتم من نظر شخصیمه، اینهایی که دستگیر شدن، این سرباز، این بسیج، سرباز کار بسیج، هر کس همه دستگیر شدن، نگرشون دارید، همه رو نگه دارید، نفر یک چشم ازشون بعدن بگیرن، قانون ها قانون کار من پیشنهاد منه، پیشنهاد قانونیش کنید، قانونیش بکنید که یک چشم از این بگیرن بدن نابینه، معتزات نبوده که.
حق زندگی داره. این زده لاغر حد اقل چش در برای چش یک کاری انجام بشود. و من بارها گفتم که آینده ایران با توجه به مردمش، با توجه به انسانیت مردمش، با توجه به شرف مردمش، با توجه به معرفت مردمش، با توجه به مهمان نوازی مردمش، انسانیتشون باید بهترین زندگی ها داشته باشن. یک مقطعی آمدن گول زدن چکار کرد چکار کرد پدران ما رو، او هم روحانیت این کار کرد، مافیای روحانی در سطح دنیا این کار کرد، معجزه درست کرد، چه کار که نکرد گذشت. تابون شد دادیم، تابون قجر و تاب صفویه رو دادیم و حالا ما خودمون باشیم و هستیم و هستیم. تمام 20 نفر بچه ها دو تا شش تخفیف شده شد، من رو بگم 30 نفر از 20 نفر کار ندارید، ولی اینها رو بیارید و پیوند چشم بزنید، عمر دارن بگذرن بکنن و بمانن، اعدام نکنید. من بارها گفتم اعدام نکنید. 21 دقیقه شد. خدمت شما هستم که یه خانمی گفتم اینجا اینو قدم باز تعریف کنم، یه خانمی میره نجاری محلش میگه کد دارم درست میکنه، کمد درست میکنه و بعد میاد میگه آقا این کمد صدا میکنه. خدا چی صدایی میکنه آخه؟ بعد میاد وای میسه سال، بعد میاد دوباره آخ بابا میره آداش و آقا کمد صدا میکنه. بعد میگه چی میگه خط باید رد میشه صدا میکنه. بعد اینو طرز میگم بخند. بعد خلاصه مرده میاد به تو کموت وای میسته که خط باره سابه در همه شوهر زنه میاد و در کموت باز میاد مرده توی مرده میگه آقا من به تو بگم من اینجا باز خط باره اصلا باور میکنی؟ حالا من کلیپ رو پر کردم 22 دقیقه شد. باور میکنید منتظر از همین ایتر دارم بیاد که بتونم آپلودش کنم یا نه؟ حالا که الان ساعت 52 دقیقه هم هست صبح، 52 دقیقه صبح روز پنجشنبه است و وقتی دیگه این همشون یه طبیل خرک کم نمیاد. فیفا تازه امروز گفته که نه مردم تماشاچی ایرانی میتونم بیارم پرچماشون بیارم مثل بیارم. خب جد آبادتونه ملت ایران یک مدیریتی برای شما در سر دنیا درست کنه که به خواب شبتون نمیدیدید. یک مش آشغال، یک مش نفهم، یک مش گوش به فرمان، یک مش ربات. قدر مردم ایران رو بدونید، مردم ایران قدر خودشون رو بدونند. باز روش به ارتش من صحبت خواهم کرد. فعلا این ما حسن این چیزا هست، اتفاقاتی که افتاده هست و خیلی اتفاق کم هزینه از مادی شاد هزینه داشته باشیم ولی از نفرات و تلفات خیلی کم هزینه خواهد بود و من ترسم این بود که ارتش بیاد مستقر بشه، این جیجه بسیجی آشغال و حزب الله حزب الله کسافت ها بیان و بخوان اینها رو آزاد آزار اذیت بکنن و یه خورده تلفات رو بره بالا. ایامتون بکام، روزگارتون خوش، که همه چی برای شما بکام خواهد. شک نکنید بس، شک نکنید. ما شاید از اصل افتاده باشه، از اصل افتاده باشه، اصل که نیفتادیم. ما ژنمون یه ژن عالیست، نهایت خوبی در ژن ماست، در انسانیت ماست، در رفتار ماست. اونو کائنات هم میبینه و به خودش میباله. علی هم بکنم و دادم خوشم.